خب بسم الله الرحمن الرحیم ایمودم اماد محسن عزیز امروز براتون درباره فرمی میمده میمده و طی مراحل از او صحبت میکنیم. فرمی میمده و طی مراحل آن، اول درباره فرمی میمده که هدف و مرام مقصد فرمی میمده چی هستن سر ازی صحبت میکنیم، بعدا سر طی مراحل میریم. فرمی میمده محصلین عزیز به منظور درخواست چی؟ پیشکی به منظور درخواست پیشکی استفاده میشون. درخواست پیشکی ما از این فرم چی میکنیم؟ استفاده می نماییم. یعنی وقتی که ما بخوایم در ادارات دولتی، ما نیاز ضرورت به پول وجود داشته باشیم، اینه وجود فرق میکنه این پیشکی. ما این پیشکی را که ما میخواییم پرزن خریداری اجناس هستن، بعض وقتا جنس خریداری میشن، پیشکی دولت که برش میته به خاطر مصارف کوچک که اموکارها عملکرد عملیاتی روزانه خود را پیش ببرن، با ما خاطر هستن که ما باید پیشکی را بگیریم، که وقتی که پیشکی را ما میگیریم ما باید درخواست کنیم. جنس خریداری میشوند، اینی درخواست پیشکی که گرفته میشوند در ادارات دولتی، عموماً قیمتای ازی باید که تو برای درخواست پیشکی نوشته میکنی، یعنی از نظر به مو طرز العمل ها کستم نظر از 2,50,000 افغانی، یعنی بالاتر نبشه که تو یک درخواست پیشکی رو نوشته میکنی. ولی اگر باز زیاد ضرورت بود، باز نظر به مو موافقی ریاست خزائن کستن، باز میتونه که اینی افغانی این قیمت ها رو چی کنند کمزره بالاتر ببرن. خب وقتی که ما درخواست به خاطر پیشکی نوشته میکنیم، اینی پیشکی ما میتونه سپر باشه، میتونه مصارف کوچک یا وجه سردستی یا سایر انواع پیشکی که هستن چی باشه. مثلا یا سپر ما میریم در ادارات، یا وجه سردستی هستن، ما یا سایر انواع هستن. اگر سایر انواع بود، ما باید پیشکی امون نوی که پیشکی ما میگیریم او را باید چی کنیم؟ تشریح کنیم. ادارات هستن یا به خاطر سمینار یا به خاطر صحت از طرف امو اداره کارمندای خود را روان میکنن، یا به ولایت ها یا به دیگر کشور. در اینجا که هستن اولشان امو بودو باش خرچیشان که هستن دولت برشان ترتیب و تهیه نماید از امو کودی که برشان بودجه تخصیص شده. در مو خاطر به امی منظور ما باید درخواست پیشکی یا منظوری فرمی میمده را پیش خود چی داشت منظوریشان باید داشته باشیم که ما پیشکی میگیریم. خب پرزن ما پیشترم گفتیم چون این فرمه ها که هستن، ما در اینجا که ما مکمل در کتاب خانه پوری کردیم، ارتباط با فرمه های ارتباط یک درس به دیگر درس دادیم که محصلین، چون محصلین عزیز، یعنی ما از فرمه میم سه ما شروع کردیم براتون، هم در چفترتون اگر شما یک بار مطالعه کنین کلشان که ما خانه پوری کردیم، این فرمه ها را ارتباط دادیم که برای شما بهتر واضح معلوم شوند. ما امو فرمه میم سه که هستن که خریداری شده بودن فور کده بودیم، بعد از ما راپور رسیده جور کردیم، بعد از او که هستن ما میم داره به خاطر امو خریداری جنس را ما یک مقدار مبلغ را به طور پیشکی از اداره مربوطه چی میگیریم؟ به شکل پیشکی ما میگیریم از بخش مالی ما. که این فرمه که هستن به 4 بخش تقسیم شده که انشاءالله در آینده به شکل عملی سر از کار خواهد کرد، که بخش اولشان ما به مدیریت چی میریم؟ حوالاجات میریم که این مدیریت حوالاجات خانه پوری میکند، و بخش بیشان مقامات بصلاحیت که برای ما منظوری میتم، و بخش جیمشان معلوم کردن چی هستن وضعیت پیشکی هستن، و بخش بیشان که هستن مربوط چی میشه کنترولر مولی میشوند. اما
ما طی مراحل هستن به خاطر پیش پرداخت چی؟ بودجه فرمه مینده یعنی عادی و این کشاپی که هستن قرار زیل براتون تشریح خواهد کرد. محصلین عزیز، شما وقتی که پیشکی میگیریم اینی درخواست پیشکی را نوشته میکنیم یا شما یک ضرورت برای خانه دارین، جور کردن خانه، شما که از دولت قرضه میگیرین و این قرضه خود را از طریق ماش دوباره کسر وضع میکنین، شما باید یک سلسله مراحل خود را باید چی کنین؟ طی کنین. کنی به خاطر پیش پرداخت گرفتن پول اجوی عامه از دولت مراحل دارم از خود. کنی مراحل که هستن، اول شما به دفتر کجا میرین؟ دفتر تدارکات میرین، چون ارتباط با امو دارم که درخواست پیش پرداخت میگیرین، پیش پرداخت یا پیشکی رو میگیرین. اول به دفتر تدارکات شما مراجعه میکنین. تدارکات هستن اینی تدارکات که اول رفتیم، در اینی تدارکات شما درخواست منظوری خریداری را، چرا درخواست منظوری خریداری را شما میگیرین. بعد از او که هستن ترتیب اسناد تعهداتی، ترتیب همی اسناد تعهداتی کلشان میم ده میایا، میم سه میایا، میم افت میایا، کلشان همی اسناد چی هستن؟ تعهداتی هستن در تدارکات. وقتی که اسناد تعهداتی را تو ترتیب کردیم، بعد از این به مدیریت کجا میری؟ دفترداری. بخش دومش کجا میری؟ دفترداری. با دفترداری مراجعه میکنی و در دفترداری که هستن تصدیق چی هستن؟ موجودیت وجود تخصیصش داد که هم جنس رو که تو خریداری میکنی برای این جنس در این کود ما وجود داریم، تخصیص داریم یا نداریم، این تصدیق میکنه. کی تصدیق میکنه؟ دفترداری تصدیق میکنه. بعدم تخصیص که تصدیق شد که بله داریم، مراجعه به کجا هستن؟ مراجعه به صلاحیت هستن، یعنی کسی که برای تو چی میتن؟ منظوری میتن. سیوم با دفتر مقام یعنی صلاحیت منظوری فرم که برات میتن. وقتی که این کار صورت گرفتن، سه که منظوری اسناد تعهداتی براتان دادن، در مرحله پنجم کجا میری؟ کنترلر مالی میریم. پنج به شعبه کجا میری؟ کنترلر مالی. در کنترلر مالی که هستن مرور و بررسی چی میشون؟ اسناد تعهداتی صورت میگیرن در کنترلر مالی. مرور و بررسی اسناد تعهداتی کنی درخواست چی میشون؟ خانافوری میشون. بعد اینی مرور و منظوری که صورت گرفتم دوباره به مدیریت کجا میری؟ حوالجات میری. به مدیریت کجا؟ شش. از همینجا کارت شروع میشه. به مدیریت حوالجات میری. به مدیریت حوالجات به خاطر چی میری؟ به مدیریت حوالجات به خاطر ترتیب فرمه میمده. در اینجا که هستن فرمه میمده چی میشون؟ ترتیب میشون. وقتی که اسناد تعهداتی درخواست خریداری مکمل خانه‌پوری شدن، منظور شد، تا این قسمت رسید. وقتی که به مدیریت حوالجات رسید، در مدیریت حوالجات که هستن ما فرمه میمده ترتیب میدهیم، یعنی درخواست چی؟ پیشکی را ترتیب میدهیم. بعد از او که ما خلاص شدیم، امی فرمه میمده را که هستن ما منظوری چی را میگیریم؟ پیشکی را میگیریم. وقتی که منظوری پیشکی را میگیریم، ما مراجعه به باز به مقام صلاحیت داره میکنیم. مراجعه به چی هستن؟ به قدم افتم که هستن مراجعه به صلاحیت. مراجعه به صلاحیت یعنی به مقام کسی که منظوری میده کی هستن؟ آمر مولی باشه، یا رئیس مولی باشه، یا رئیس تدارکات باشه، یا آمر عطا باشن که برای ما منظوری میتن. وقتی که منظوری پیشکی برای ما دادن، بعدن باز هم اشت دفعه دوم باز به کجا میریم؟ کنترلر میریم. کنترلر مولی ما
امی ترتیب فرمی میم دک هستن دوباره چی میشوند؟ کنترل صورت میگیرن. وقتی که کنترل شدن فرمی میم دک بررسی شد، مرور شد دوباره، بعدن مرحله چی شروع میشوند؟ نوم شروع میشوند. در مرحله نوم که هستن محصلین عزیز، ما ترتیب فرمی میم 16 را باز دوباره با کجا ما رو روان میکنه؟ باز با مدیریت کجا؟ حوالجات. وقتی از کنترلر مالی خلاص شد، باز دوباره با مدیریت حوالجات. اما مدیریتی که فرمی میمدن ترتیب نموده بودن، با مدیریت حوالجات میریم. وقتی که با مدیریت حوالجات رفتیم، بعدا ما مجبور و مکلف هستیم که ما چک بگیریم، ما پول بگیریم. وقتی که چک میگیریم، پس از او یک مرحله دیگه هم هستن که ما با فرم دیگه ما ضرورت داریم که او را ترتیب نماییم، که اونو فرم ما که هستن، ترتیب فرمی میم چی هستن؟ 16 هستن. اینی فرمی میم در دوباره در فرمی میم 16 یعنی ریاست مالی، ما فرمی میم 16 را در اینجا چی میکنیم؟ ترتیب میدهیم، یعنی امر تادیهش میگیریم. وقتی که میم 16 را ترتیب نمودیم، بعد از او که هستن ما در قدم 11 هم که هستن، باز ما باز کنترلر مالی میریم. سعی کن چقدر کنترلر مالی هستن؟ 12 11 ما باز با کجا میریم؟ کنترلر مالی میریم. کنترلر مالی ما در کنترلر مالی که ماست، ما تصدیق چی را صورت میگیرن؟ تصدیق و صحت بودن فرمی میم 16 را، میم 16 را اینی را تصدیق میکنیم. بعد از او که هستن ما به مرحله 13 میریم که فرمی میم 16 که هستن، ما در سیستم چی میکنیم؟ به ثبت میرسونیم. سیستم معلوماتی مالی اداری افغانستان در ریاست خزائن. وقتی که اینی کار کردیم، محصلین عزیز در سیستم ایره به ثبت رساندیم، یعنی امو سیستم الکترونیکی که هستن. بعد از او ما در 12 منظوری چی را بر ما میتن؟ منظوری تادیهات. محصلین عزیز، بعد از در سیستم که ما نی فرم میم 16 را به ثبت رساندیم، در قدم 13 ما به کجا میریم؟ مرجع به صلاحیت میریم. دوباره ما با مرجع صلاحیت بر ما منظوری میتوان. بعد از او که صلاحیت را دادن، ما میریم به مدیریت دفترداری 14 در مدیریت دفترداری میریم. 14 اینجا خیر است نشته میکنم چون جای شوم. مدیریت دفترداری میریم. مدیریت دفترداری به خاطر چی میریم؟ دوباره به خاطر از این میریم که ما فرمی میم 20 را چی کنیم؟ اینی فرمی میم در در فرمی میم 20 ما به ثبت برسونیم. وقتی که به ثبت رساندیم، ما دوباره به مدیریت حوالجات میریم. حوالجات چون امی میم 16 را دوباره رجستر و ثبت و فرمی میم در به ثبت میرسونیم. وقتی که اینی خلاص شدن، ما میریم به مرحله چی؟ به مرحله تی مراحل پرداخت. پرداخت میریم و پول را چک بر ما میتن. چک از بانک به بانک میبریم و از بانک پول خود میکشیم. وقتی کشیدیم، اینی تمام مراحل که ما کردیم، اینی کلشان در دوسیه های مربوطه که هستن، ما به ثبت میرسونیم. پس محصلین عزیز، تای مراحل به خاطر پول کشیدن از دولت کار آسان نیستن. شما ببینین، ما برای یک اداره چند بار مراجعه کردیم، مثلا دفترداری هستن چند دو سه بار، مثلا مقامات صلاحیت هستن کنترل. هر اداره را شما سه دفعه دو دفعه حتما شما مراجعه میکنین. پس اسنادتون باید دقیقی باشه. شما در اسناد ترتیب اسناد مالی، چون این بحث مالی هستن، این بحث کشیدن اوجوی عامه هستن، این بحث خدمات مالی هستن. چون خدمات مالی تون که درست اسنادتون ترتیب باشه، شما به هر امو اعتبارتان در آینده چی میشون؟
زیاد میشن. با مو خاطر هستن که شما اینی مراحل را باید بسیار دقیق باشین، چون هدف ما اینی نبودن که شما کل مراحل به شکل میخونیکی، نه، هدف ما اینی بودن که شما یک درخواست پیشکی را که نشته میکنین با کدام مراجع شما روبرو میشوین، شما باید کدام کارها را اجرا کنین. با مو خاطر هستن که شما باید تای مراحل درخواست پیشکی را پیش خود داشته باشین و در یاد داشته باشین. با امید دیدار آینده شما، صحت و کامل و موفقیتتان میخوایم. تشکر محسنین عزیز.